یک جام زهر دیگر. روز پنجشنبه 28 فروردین، بند 350 اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی به ویژه هواداران مجاهدین است، مورد یک تهاجم سنگین 5 ساعته 100 تن از شکنجهگران خامنه‌ای قرار گرفت. در این تهاجم جنایتکارانه بسیاری از زندانیان به شدت مجروح شدند که وضعیت جسمی برخی از آنها از جمله غلامرضا خسروی سوادجانی، اسدالله هادی، ابوالقاسم فولادوند و اسدالله اسدی وخیم گزارش شده. زندانیان بی‌دفاع با شعار مرگ بر دیکتاتور به مقابله برخاستند. برخی از این زندانیان مانند اسدالله هادی به تازگی مورد عمل جراحی قلب باز قرار گرفته و به مراقبت‌های ویژه نیاز دارد. بنا به اخبار بعدی، برخی از این زندانیان که دوره محکومیت خود را می‌گذرانند با قل و زنجیر به قسمت‌های دیگر، سلول‌های انفرادی و به گفته یکی از نگهبانان اوین، گروهی نیز به زندان گوهردشت کرج منتقل شدند. بنا به اخبار بعدی، دشخیمان اوین 32 تن از زندانیان سیاسی را به رغم جراحت و نیاز به رسیدگی‌های درمانی به سلول‌های انفرادی بند 240 اوین منتقل کردند که از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. یکی از نگهبانان زندان اوین به زندانیان بند 350 گفته است 29 نفر به زندان رجای شهر کرج منتقل شدند و اکنون در سلول‌های انفرادی این زندان نگهداری می‌شوند. به دنبال این تهاجم وحشیانه، زندانیان مجروح دست به اعتصاب غذا زده و خواهان بازگشت به موقعیت قبلی خود شدند. خانم مریم رجوی با انتشار اطلاعیه‌ای افکار عمومی را در جریان این جنایت ضد بشری رژیم قرار داد و سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای مسئول بین‌المللی و البته جوانان قهرمان تهرانی خواست که برای کمک به قربانیان این یورش ددمنشانه و همدردی با خانواده‌ها فوراً اقدام کنند. بلافاصله زندانیان محبوس در زندان گوهردشت نیز با محکوم کردن این جنایت خواستار دخالت نهادهای جهانی زیربط شدند. همزمان خانواده‌های این زندانیان با تجمع در مقابل دادسرای ارتجاع و با برافراشتن پلاکارت‌های اعتراضی خواهان رسیدگی به وضعیت بستگان خود و دیدار با آنها شدند. در همین حال سازمان‌های جهانی مانند سازمان عفو بین‌الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با محکوم کردن سرکوب زندانیان بی‌دفاع به حمایت از حقوق بشر زندانیان سیاسی ایران برخاستند. موج اعتراض علیه این یورش ضد انسانی آنچنان به سرعت بالا گرفت که انعکاس آن را در رسانه‌های حکومتی و حتی در مجلس آخوندها هم می‌توان دید. روزنامه حکومتی اعتماد 30 فروردین 93 از سوی رئیس سازمان زندانها صورت گرفت. تکذیب ضرب و شتم در بند 350 اوین. روزنامه حکومتی قانون 30 فروردین 93 در پی انتشار اخبار ضد و نقیض از درگیری در زندان اوین. علی مطهری: اجازه دهید زندانیان با خانواده های خود دیدار کنند. روزنامه حکومتی جمهوری 31 فروردین 93 با یک روز تأخیر به رله گفته های علی مطهری پرداخت و نوشت: کسانی که این اتفاق را تکذیب می کنند اجازه دهند خانواده های این زندانیان با آنها ملاقات کنند تا حقیقت روشن شود. با بالا گرفتن موج افشاگری های جهانی و پا گرفتن اعتراض های داخلی که با حرکت خانواده های زندانیان دربند در مرکز خیابان های تهران اوج گرفت، شکنجهگران مسئول زندان ها مجبور شدند به صحنه آمده و سناریوی مندرس و پاره پاره به یادگار مانده از امام دجالشان را یک بار دیگر روخانی کنند. آنها طبق معمول در اولین گام کل واقعه و تهاجم و خونریزی را تکذیب کردند، سناریویی که در وقایع اشرف و تهاجم به مجاهدین هم مکررن تکرار کرده و می کنند. حرفای سردشخیمی که عنوان مدیر کل زندانهای استان تهران را هم یدک می کشد خود گویای همه چیز است. مدیر کل زندانهای استان تهران ادعای رسانه‌های بیگانه مبنی بر وقوع درگیری و ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین تهران را تکذیب کرد. سهراب سلیمانی با بیان اینکه هیچ گونه درگیری و ضرب و شتمی بین ماموران و زندانیان روی نداده گفت: تنها یک بازرسی ساده انجام شده که این بازرسی به صورت ماهانه و نوبتی انجام می شود. مدیر کل زندانهای استان تهران افزود: نباید به فرافکنی ها و شایع سازی های ضد انقلاب توجه شود. جنایت شرم‌آور آخوندها در جدیدترین هجوم آنها به زندانیان بی‌دفاع
اگرچه انتقام کشی کور دشخیمانی است که از زندانی و اسیر دست بسته مانند قتل عام ده شهریور گذشته اشرف هم وحشت دارند، اما در این حال نشانه استیصال جانوری است که پس از زهرخوران و مرحله اول عقب نشینی اتمی اینک خود را در سراشیب عقب نشینی های دیگری میابد که نه گریزی از آن دارد و نه گزیری.